علی افشاری تحلیلگر سیاسی از واشنگتن ما رو همراهی می‌کنه. خوش اومدین آقای افشاری، شما از امضا کنندگان این بیانیه بودین. پیشتر هم شاهد این نوع دخالت‌های جمهوری اسلامی در انتخابات‌های دیگه بودیم، اینا سابقه داشته. این دخالت در انتخابات اتاق بازرگانی چه تفاوتی داشته با دیگر موارد؟ خب در نظر بگیریم که همیشه اتاق بازرگانی ایران، که البته اتاق بازرگانی صنایع معادن و کشاورزی اسم کاملش هست، همیشه در معرض تهاجمات و مداخلات جمهوری اسلامی بوده، به خصوص در دهه 60 که خب شاید عملا کنترل این نهاد هم در دست داشته، ولی مقاومت هم وجود داشته. ولی کمتر موقعی بوده که شاهد این بودیم که انتخابات اتاق طبق قوانین و آیین‌نامه خودش برگزار شده، مشکلی نبوده. و بعد که اون چون فردی که به حال انتخاب شده مورد حساسیت نهادهای اطلاعاتی بوده و به خصوص مقامات دولتی، یعنی قوه مجریه هم روش نظر منفی داشتن، بعد اون میاد مداخله بشه و بعد از انتخابات بحث رد صلاحیت مطرح بشه و بعد هم با تهدیدها، فشارها و در نهایت هم دیگه خیلی مداخله سریع اون رو برکنار بکنن، یعنی آقای حسین صلاح ورزی مجبور بشه که کنارگیری بکنه بعد از 5 ماه مقاومت. این بی سابقه هست، این نوع حمله. ما در به حال البته جمهوری اسلامی به شکل سیستماتیک و مستمر تمامی بخش‌های جامعه مدنی ایران، نیروهای جامعه مدنی ایران، اقشار، اصناف رو خب سرکوب میکنه، اجازه استقلال نهادی و عملکردی رو به اونها نمیده. ولی در دولت رئیسی ما شاهد گسترش این نوع برخوردهای سرکوبگرایانه و انقباضی بودیم و این هنوز هم ادامه داره، علیرغم اینکه آقای صلاح ورزی خب دارا پذیرفتن که کنار برن، ایشون به دیوان عدالت اداری شکایت کردن، اما بار پذیرفتن که دوباره انتخابات برگزار شه اگر این شکایت مورد قبول قرار نگیره. اما باز ما شاهد این هستیم که پرونده سازی برای صلاح ورزی ادامه داره و در واقع یک رویارویی وجود داره بین بخش مستقل اتاق که در اتاق بازرگانی حضور داره از بخش خصوصی ایران، که اینها خب در 2 سطح مخالف هستن با سیاست‌های دولت و بخش مسلط قدرت، یا خود ستیزه‌جویی در سیاست خارجی هست که تأثیرات خودش رو در گسترش تحریم‌ها، در عدم حضور ایران در بازارهای جهانی خودشو نشون داده، در این وضعیت انزوا و واگرایی، و از سوی دیگر مداخلات فزاینده دولت در امور اقتصادی، یعنی به حال برخورد دستوری، اراده گرایانه و استفاده از قوه قاهره در سیاست‌گذاری هایی که تولید، توزیع و مصرف، و از طرف دیگه که به حال چون ناکارآمدی اقتصادی و بیکفایتی اینا بیشتر معلوم شده، به قول یکی از اعضای اتاق نمایندگی، اشاره کردی نیروهای مستقل باعث میشه که بیکفایتی این حاکمان و مسئولان دولت بیشتر آشکار بشه، و از طرف دیگه هم گسترش مناسبات رانتی با آنهای مافیایی و فساد هم هست. به هر حال نیروهای وابسته به جناح اصولگرا به طور مشخص اینها شکست خوردن در انتخابات اتاق بازرگانی. مجموعه عوامل هستش که ما شاهد گسترش مداخلات و برخوردهای حکومت هستیم، و نه فقط در این حوزه، در تمامی حوزه‌هایی که مربوط به نیروهای جامعه مدنی ایران هست، و میخوان که آخرین امکان تنفس را هم از بخش خصوصی بگیرن، یعنی دولت رئیسی دیگه اون تعارفات رو هم کنار گذاشته. قبلا خب یک تعاملات نمایشی وجود داشت و بخش خصوصی، این رو هم دارن از بین میبرن که کاملا دولت قبضه کنه. البته مقاومت ادامه داره و تهدیداتی هم که برای سلاح ورزی و دیگر نیروهای مستقل در اتاق بازرگانی داره میشه برای این هست که اونها عقب برن، ولی خب اونها اعلام کردن که ایستادگی خواهند کرد و اجازه نمیدن که اون نیروهای مد نظر دولت رئیسی مسئولیت اتاق بازرگانی ایران رو به عهده بگیرن. متاسفانه زمانی باقی نبود که من سوال دومم بپرسم از خدمت شما آقای افشاری. علی افشاری تحلیلگر سیاسی از واشنگتن همراه ما بودید.